بسم الله الرحمن الرحیم، فرزانه کلمندی هستم. در این دوره از وبسایت لرنفایز قصد دارم به آموزش ASP.NET بپردازم. این آموزش به دو قسمت مقدماتی و پیشرفته تقسیم میشه. قسمت مقدماتی تقریبا تمامی مفاهیمی که در ASP.NET هست رو من براتون آموزش میدم، ولی در قسمت پیشرفته که کاملا پروژه محور هستش، این پروژه فروشگاه اینترنتی رو با همدیگه انجام میدیم. من قسمت اول رو که مقدماتی هست رو کامل میکنم و به اتمام میرسونم و در صورت درخواست و تمایل شما قسمت دوم رو هم براتون آماده میکنم. این پاورپوینتی که آماده کردم مربوط میشه به قسمت اول یا مقدماتی آموزش که توی اون سرفصل رو براتون مشخص کردم. خب، شیوه تدریس به این صورت هستش که تدریس به صورت کاملا کاربردی و عملی هست. یعنی شما از همون ابتدا وارد کد نویسی میشید و من دیگه از این حواشی که مثلا ASP.NET چی هست و چرا ASP.NET رو انتخاب میکنیم و اینا دیگه هیچ توضیحی نمیدم، چون که اکثر این توضیحات توی تمام فیلم های آموزشی، فایل های آموزشی وجود داره، شما میتونید از اونها استفاده کنید. من از همون اول وارد کد نویسی میشم و به صورت کاملا عملی آموزشم رو شروع میکنم. در انتهای هر ویدیویی که آماده میکنم سورس کد ها رو براتون سیوش میکنم و همراه ویدیو در سایت قرار میدم که شما میتونید اونا رو دانلود کنید و ازشون استفاده کنید. بعدش هم میتونید سوالات و اشکالاتتون رو در وبسایت لرنفایز اونجا برام بذارید و من براتون پاسخگویی میکنم. ولی اگه مثلا خواستید فایل رو ضمیمه کنید یا یه سوالی داشتید که حتما برای خود برای من ارسال میکردی، میتونید از طریق ایمیل فرزانه_کلمندی با من در ارتباط باشید. خب، سرفصل ها به چه صورت هستش؟ بخش اول من یه آشنایی میدم با HTML و CSS. اینو بگم که شما برای ایجاد صفحات وب در ASP.NET حتما باید HTML و CSS رو تا حدودی باش آشنا باشید. من یه آشنایی مقدماتی با HTML و CSS رو براتون میذارم و بعد از اون شما میتونید به فایل های CSS و HTML که فایل های آموزشی که در سایت قرار گرفته رجوع کنید و اطلاعاتتون رو با اونها تکمیل کنید. بعد از اون به ساخت مستر پیج میپردازیم و استفاده از تمپلیت های آماده که در وبسایت های خارجی زیاد هستن. میتونید از اون تمپلیت ها رو دانلود کنید و برای قالب سایتتون ازشون استفاده کنید. در بخش دوم میپردازم به بررسی کنترل های مقدماتی. کنترل های ساده ای که در ASP.NET هستن مثل باتن، تکست باکس، رادیو باتن، دراپ داون لیست و غیره. و پراپرتی ها و ایونت های هر کدوم رو به توضیحش میپردازم. بعد از اون به کنترل های پیشرفته تر مثل سایت مپ، فایل آپلود، استفاده از کامپوننت تقویم فارسی و غیره میپردازیم و ایونت ها و پراپرتی های هر کدوم از اینها رو هم بهش میپردازیم. بعد از اون یه تمرین حل میکنیم که مثلا یه تصویر رو میخواییم آپلود کنیم یا یه فایلی با یه پسوند خاص که در غیر این صورت به ما ارور بده که مثلا ما پسوند مثلا JPEG میخواییم که عکستون باشه. بعد از اون یک گالری تصاویر پویا با کمک JQuery که من بهتون بگم که من در این دوره آموزشی به هیچ آموزش JQuery یا JavaScript نمیپردازم. فقط بهتون میگم که مثلا یک گالری تصاویر که با جی‌کوئری هست رو چجوری توی وبسایتتون ازش استفاده کنید. چون این دوره آموزش ASP.NET هست، اگه من بخوام وارد مباحث جی‌کوئری و جاوا اسکریپت بشم، این دوره خیلی طولانی و خسته کننده میشه. بخش سوم به چه صورت هست؟ بخش سوم استفاده از سشن ها در کوئری استریم ها هستش. سشن چیه؟ حتما توی یک سایتی شما حتما ثبت نام کردین و لاگین کردین و دیدین که شما رو توی صفحات عدد لاگین کردن توی صفحات مختلف شناسایی میکنه. مثلا میگه نام و نام خانوادگیتون رو میاره و خوش آمدگویی میکنه بهتون. این شناسایی توسط سشن صورت میگیره که یه حافظه کوتاه مدت هستش که شما رو در واقع وقتی که لاگین میکنین شناسایی میکنه و در تمامی صفحات میشناسه. گاری استریم کم یه چیز مایه سشن یه حافظه است برای نگهداری اطلاعات که میتونه از یه صفحه به صفحه دیگه اون رو پاس بده. بخش چهارم آشنایی با ولیدیتورها هستش که یه کنترل اعتبار سنجی هستن. وقتی مثلا وقتی که در صفحه ثبت نام قرار میگیرید، وقتی که فیلد مثلا شماره تلفن همراه رو خالی میذارید بهتون پیغام میده که باید این فیلد حتما پر بشه.
این یک ولیدیتور هستش، یعنی به شما این تکست باکس رو اعتبار سنجی کرده و الزامی کرده که این تکست باکس حتما باید پر بشن تا ثبت نام صورت بگیره. بخش پنجممون آشنایی با اسکیل سرور هستش. من برای اینکه مثلا یک پروژه رو به اتمام برسونم باید حتما اسکیل سرور رو بلد باشم، چون که این پروژه مثلا دیتابیسی باشه حتما باید با اسکیل آشنایی داشته باشم. یه آشنایی داریم با اسکیل سرور، ساخت بانک اطلاعاتی و ساخت جدول هایی که مورد نیاز پروژمون هستش. بعد از اون یک سری دستورات ساده در اسکیل رو بهش میپردازیم، سلکت و اینسرت و آپدیت و دیلیت، و بعد از اون به استفاده از استور پروسیجر و ساخت اونها در پروژمون میپردازیم. استفاده از ایجاد یک فانکشن و بایند کردن یک فیلد از دیتابیس به این فانکشنمون. بعدش هم بررسی آن دیلیت کسکید و آن آپدیت کسکید و نو اکشن و ست دیفالت و ست نات. بخش ششم هم میپردازیم به چگونگی برقراری ارتباط بین ASP.NET‌مون و SQL سرورمون که با کمک کنترل SQL Data Source که یک رابطی بین SQL و ASP هستش میتونیم این ارتباط رو برقرار کنیم. بعد از اون میپردازیم به استفاده از Grid View, Data List, Details View, Form View و قسمت‌های ادیت و دیلیت و سلکت هر کدوم از این کنترل‌ها و اینکه فرم ویو یک کنترل اینزرت هم داره و به استفاده از کنترل اینزرت فرم ویو در صفحات وبمون می‌پردازیم. بعد از اون بررسی مفهوم کانکشن استرینگ و اسکیل کامند و اسکیل کانکشن هستش که این هم نوعی ارتباط برقرار می‌کنه بین اسکیل سرورمون و ASP.NET. و سپس می‌پردازیم به بررسی متدهای اجرایی که در واقع میاد میگه که چجوری این دستورات و کامنت هایی که توی SQL می‌نویسین در ویژوال استادیوی ما در صفحات وبمون چجوری اجرا بشن. با کمک این دستوراتی که توی بخش ششم توضیح دادم شما میتونید یک صفحه ثبت نام و ورود کاربری رو با مفاهیم بالا ایجادش کنید. خب هدف از این دوره چیه؟ ما در انتهای دوره میتونیم یک وبسایت شخصی رو به راحتی با امکانات زیر ایجاد کنیم که میتونه فرم ثبت نام داشته باشه، فرم ورود کاربر داشته باشه، تماس با ما، گالری تصاویر پویا که هم با جی کوئری بود و فصل دوم توضیحش میدم، نمایش مقاله های مدیر سایت، اخبار سایت وجود داره که فرم ورود کاربریمون میتونه کاربر عادی و مدیر سایت رو شناسایی کنه و با توجه به اینکه کاربرمون عادیه یا مدیره به صفحه یه مخصوص خودشون که یک امکانات خاصی دارن اونها رو ریدایرکت کنه. یه پنل مدیریت شامل امکانات زیره کار زیر رو میتونه انجام بده. یکی اینکه نمایش پروفایل کاربران که لاگین درخشید عضو شدن در سایتتون و امکان حذف یک کاربر، آپلود تصاویر جدید در گالری تصاویرتون که به همون جای کوئری هستش، آپلود مقاله های جدید روی سیستم و نمایش پیام های کاربران که برای مدیر قرار دادن و حذف و تایید اونها که مثلا حذفشون کنه که کلا پاکشن یا اینکه تاییدشون کنه که در پیج عادی هم نمایش داده بشن، ثبت اخبار جدید و امکان حذف و ویرایش هستش. خب پس شما میتونید با استفاده از این فیلم آموزشی که دوره مقدماتی هستش یه به راحتی یک وبسایت کاملا شخصی برای خودتون ایجاد کنید که من میتونم به جرات بگم که شما میتونید تمامی صفحات رو به راحتی ایجادش کنید. و در قسمت پیشرفته هم که بعد از این هستش شما میتونید یک فروشگاه اینترنتی رو کاملا راحت ایجادش کنید. خب انشاءالله من این دوره رو به زودی براتون آغاز میکنم. امیدوارم که مورد واقعیتون قرار بگیره.